میسی فقط جریمه نقدی شد. سلام و وقت بخیر. برخلاف تصور اظهارات ستاره آرژانتینی عواقب سنگینی نداشت. با من حکمت الله رمزی همراه باشید و جهت حمایت از ما این ویدیو را لایک کنید و کانال همگام با ورزش را سابسکرایب کنید. نهاد حاکم بر فوتبال آمریکای لاتین مجازات کاپیتان تیم ملی آرژانتین را به خاطر متهم کردن جانبداری این سازمان از برازیلی‌ها در رقابت‌های کوپا آمریکا اعلام کرد. اظهارات جنجالی لیونل مسی پس از بازی‌های تیم ملی آرژانتین مقابل برازیل در مرحله نیمه‌نهایی و مقابل شیلی در دیدار رده‌بندی رقابت‌های کوپا آمریکای سال 2019 در برازیل باعث مجازات او از سوی کنفدراسیون فوتبال آمریکای جنوبی شد. مسی پس از باخت تیمش مقابل برازیل میزبان داوران را به جانبداری از برازیلی‌ها متهم کرد. او پس از بازی مقابل شیلی پا را فراتر گذاشت و گفت که کنفدراسیون فوتبال آمریکای جنوبی حامی برازیلی‌ها بوده است و آنها را به فساد متهم کرد. به همین دلیل کنفدراسیون فوتبال آمریکای جنوبی برای کاپیتان آلبیسستا جریمه نقدی معادل $1,500 در نظر گرفته است که رقم ناچیز است. کاپیتان بارسلونا از بازی بعدی تیم ملی کشورش هم محروم خواهد بود که البته این به دلیل کارت سرخ است که او در بازی مقابل شیلی دریافت کرد. میسی پس از بازی مقابل شیلی نه تنها با اظهاراتش خشم مسئولان کنفدراسیون فوتبال آمریکای جنوبی را برانگیخت، بلکه شرکت در مراسم اهدای مدال خودداری کرد که این تصمیم او هم خوش مسئولان برگزارکننده رقابت‌ها نیامد. با این حال به نظر نمی‌رسد که جریمه در نظر گرفته شده از سوی کنفدراسیون فوتبال آمریکای جنوبی به هیچ عنوان مهاجم بارسلونا را آزرده خاطر کرده باشد. او بلافاصله پس از انتشار خبر جریمه اش یک عکس از خود در کنار خانواده‌اش در حال لذت بردن از تعطیلات تابستانیشان منتشر کرد. جریمه نقدی که برای میسی در نظر گرفته شده کمتر از 1/3 مبلغ است که میسی هفته پیش برای تنها یک شب اقامتش در ویلای اختصاصی در سواحل دریای کارائیب می‌پردازد. تشکر از همراهیتان. تا گزارش بعدی سبز و شاد بمانید. الان نگهدار.